درود فراوان خدمت دوستای عزیزم همونطور که میدونید ما در کنار شما هستیم همراه شما هستیم برای اینکه خودمون رو شریک کنیم در موفقیت های شما ارزم بزرگ شما که ما رسیدیم به مباحث مربوط به امتحان نهایی شما رو زودتر داریم آماده میکنیم که با نحوه سالای امتحان نهایی برخورد مناسب داشته باشید و ببینید این سوالا رو چجوری بررسی کنید حل کنید و برای خودتون اونها رو حفظشون کنید همونطور که میدونید ما در تلاش هستیم که در لابلای این مطالب نکات مهم درس رو هم تکرار بکنیم بنابراین فقط حلش نیست بررسی درس هم هست پس چه بهتر که شما دقت بکنید و اونها رو به کار ببندید که انشالله نتیجه بهتری بگیرید اینو یادتون نره بچه ها که امسال کتاب جدیده قطعا و قطعا خیلی مورد نظر هست چه تو امتحان نهایی و چه تو کنکورتون امیدوارم که استفاده کافی رو ببرید بچه ها اولین سوال از مجموع سوالات امتحان نهایی که براتون در نظر گرفته از رشته ریاضی میگه درستی یا نادرستی مطالب زیر رو مشخص کنیم ما از این مطالب زیاد داریم به صورت چه جا خالی چه درستی و نادرستی رو میان تعیین کنیم از عبارت ها، پاراگراف ها، قسمت های مختلف کتاب این سوالو میدن. پس دقت داشته باشید وقتی واو به واو کتابو بخونی شما میتونید این سوالا رو توش در بیارید. مثلا نمونه هاشو ما داریم دستتون میدیم که از این به بعد خواستید رو بخونید یه خورده هدفمندتر کتاب رو بخونید. خب میگه در حرکت روی خط راست و در یک جهت بزرگی سرعت متوسط با بزرگی تندی متوسط یکسانه. یه خورده با حوصله تر حرکت رو خط راست، متحرک در یه جهت داره روی خط راست حرکت میکنه بزرگی سرعت متوسط با بزرگی تندی یکیه خب من الان پای تخته براتون نشون میدم که یکیه نگاه کنید بچه خیلی ساده این حرکت رو خط راست محور مثلا x متحرک ما از اینجا اومد خب بردار جابجایی میشه بنابراین برای سرعت متوسط که نسبت دلتا ایکس به دلتا تی بود دلتا ایکس مونه مسافتمون کدومه خب مسافت هم همینه هم پس سرعت متوسط که بود نسبت دلتا ایکس به دلتا تی و تندی هم که با اس نشون میدادیم میگفتیم ال به دلتا تی مسافت به زمان چون هم بردار جابجایی و هم بردار طول یا مسافت یکیه در چه سرعت متوسط یکیه مگر اینکه متحرک جهتش عوض شه اگه متحرک جهتش عوض بشه اون موقع جا جایی اینه ولی مسافت اینه اینجا چون گفته در یک جهت پس جمله درسته برمیگردیم دوباره میخونیم در حرکت روی خط راست و در یک جهت بزرگی سرعت متوسط با بزرگی تندی متوسط برابره درست؟ ب از فصل دو داده ضریب استکاک ایستایی مو اس بین یک جسم و یک سطح افق با یکای یک وزن جسم متناسبه ضریب استکاک مو اس گفتیم به جنس سطوح بستگی داره نه به وزن جسم بنابراین جمله جمله غلطی بالای جمله درست این جمله غلط قسمت بعدی باز از همون فصل دو در مورد حرکت ای گفته تمام نقاط روی کره زمین دارای یک دوره چرخش یکسانه یعنی زمین وقتی یه دور دور محور خودش میچرخه همه نقاط روی کره زمین هم یه دور در اون مدت 24 ساعت دور خودشون میچرخن بنابراین دوره و در اصل اون سرعت ای برای همشون یکسانه پس این جمله هم درسته قسمت بعدی قسمت ت گفته اگر یک آونگ ساده در حال نوسان تا ارتفاع زیاد از سطح زمین بالا رود عقب میافتد خب چی عقب میفته زمان تناوب زمان تناوب آونگ چی بود نگاه کنید پای تخت رو ها دوره تناوب آونگ بود دو پی رادیکال ال بشه ال طول ریسمان جم شتاب جاذبه خب ما هرچی از سطح زمین میریم بالا ژ داره کم میشه این میشه چی کاهش پس تی باید زیاد بشه یعنی چی تی زیاد میشه یعنی قبلا یه نوسان رفت و برگشت کامل اگه توی یه ثانیه میزن حالا یه رفت و برگشت رو تو توی یه کد مثلا دو دهم ثانیه میره چون طولانی تر شده بزرگتر شده یعنی از نظر زمانی عقب میفته چون زمان تناوبش طولانی شده پس درسته اگر ژ کم بشه دوره تناوب زیاد میشه و آونگ از در زمانی عقب میفته پس این جمله درسته قسمت جیم عموما ضریب شکست یک محیط معین برای طول مچ های کوتاه کمتر است یه خورده دقت کنیم ببینید بچه ها نور سفید وقتی میخورد به منشور از هم جدا میشد همون عمل پاشندگی نور قرمز بالا قرار میگرفت نور بنفش پایین چرا قرمز بالا بود؟ چون طول موج قرمز بلنده زیاده ضریب شکست براش کمه به تدریج که میایم پایین شکست برای بنفش چرا بیشتر بود؟ چون طول موجش کوتاهه. پس هرچی طول موج کوتاهتر باشه ضریب شکست براش بیشتره پس این جمله غلط و قسمت آخر سوال یک گفته افزایش درصد یا قلزت ایزوتوپ 35 در یک نمونه را شکافت هسته ای می میگوین جمله غلطه افزایش درصد رو غنیسازی سازی میگفتن عمل شکاف یعنی شکسته شدن اون هسته اورانیوم 235 بود به هسته های کوچکتر که عمل شکافته هسته خب این در مورد سال ما اگر یک دو سه چهار پنج شش مورد بگیم 6 تا 25 صدم نمره حداقل نمره که برای این قید میکنن چون فقط گفتم بگی درسته یا غلطه توضیح نخواستن 6 تا 25 صدم میشه یک و نیم نمره بریم سراغ سال بعدی سال دو گفته با توجه به نمودار مکان زمان مربوط حرکت شکل روبرو رو به پرس زیر پاسخ دهید الف در کدام بازه زمانی بزرگی سرعت متوسط صفره سرعت متوسط صفره این یادمون باشه در چه لحظاتی جهت حرکت تغییر کرده اینی که میشه رو نمودار گفت تندی متوسط کل چند متر بر است تندی رو خواسته خب میگه در کدام بازه زمانی سرعت متوسط صفره بچا نگاه کنین سرعت متوسط چی بود من اینو پای تخت شکل رو کشیدم اجازه بدید پای تخت نگاه کنید به نمودار من اونجا براتون اینو مجدد رست کردم تا ببینید شما نگاه کنید خب سرعت متوسط بود بچه ها دلتا ایس به دلتا تی یعنی جابجایی جایی در واحد زمان خب گفته تو کدوم بازه ها صفره یعنی جا به بین اون بازه ها ببینید بچه ها چیزی که مسلمه اونایی که توی خطن نگاه کنید الان این نقطه رو ببینید بچه ها با این نقطه درسته ولی اینجا زمانش مشخص نیست ولی الان مثلا فرض می شما این نقطه رو ببینید ببینید با این نقطه زمانش مشخصه صفر تا پنج ثانیه مکان اینجا چقدره؟ بیسته تو پنج هم مکان بیسته بنابراین دلتا ایکس که بود ایکس دو منا ایکس 1 ایک. به دلتا تی ایکس مون تو پنج ثانیه با ایکس 1 ایک مون توی صفر ثانیه یکیه پس میتونیم بگیم که سرعت متوسط بینه صفر تا پنج ثانیه صفره دیگه کجا؟ بین دو تا چهار ثانیه البته تو, تو شکل نگاه کنید دقیقا از چهار رد شده دو تا چهار ثانیه دو تا چهار ثانیه هم مکان اول و مکان دوممون در از یکیه پس سرعت متوسط هم بین دو تا چهار هم صفره حالا حداقل دو تا رو ما اینجا مطرح کردیم خب قسمت بعدی گفتو جهت حرکت در کدام لحظات تغییر میکنه ما گفتیم توی نمودار مکان زمان جایی جهت حرکت تغییر میکنه که سرعت صفر بشه یعنی شیب نمودار میخواد عوض بشه یعنی الان این قسمت شیب مثبت اینجا قسمت شیب منفیه پس معلوم اینجا سرعت در جهت مثبت ها بوده سرعت اینجا در جهت منفی بوده کجا تغییر کرده اینجا پس یکی در لحظه یک ثانیه یه تغییر جهت داریم یکی دیگه هم اینجا اینجا شیب منفی بوده حالا شده مثبت یکی هم اینجا تو سه ثانیه پس تو یک ثانیه و سه ثانیه تغییر جهت ولی این تغییر جهت نیست تو شیب عوض نشده میبینی با اینکه یه لحظه ممکنه شیب مماس ما صفر بشه ولی تغییر جهت نداده پس نقاط ماکسیموم مینیموم جای تغییر جهت تو نمودار مکان زمان اینا رو قاطی نکنید با هم دیگه پس در دو لحظه یک و سه ثانیه ما تغییر جهت داریم و آخریش هم گفته بود که بزرگی تندی متوسط تندی متوسط این مسافت هایی که رفته پس من الان مسافت ها رو حساب میکنم ببینیم چقدر میشه تا چند ثانیه تا لحظه ی شش ثانیه خب بچه نگاه کنید از چه مکانی شروع کرده بیست کجا رفته؟ سی یه ده تا اینجا داریم دوباره از اینجا برگشته اومده تا منهای ده یعنی یه چند تا اومده یه سی تا اومده با یه ده تا پس یه چهل تا هم این بر اومده یه بار دیگه از 20 شروع کرده رفته تا سی یه ده تا از سی اومده یه دفعه به منهای ده یعنی یه سی تا اینجا یه ده تا هم تو منفیا میشه چهل تا دوباره از اینجام اومده بچه ها دیگه تغییر جهت نداشته از منهای ده رفته تا چه یعنی یه پنجاه تام اینجا داره اینا دیگه منفی ندارن چون جمع نردهی میشن جمع عددی میشن پس یه ده تا یه دونه چهل تا و دوباره برگشته تا چهل از منفی ده تا چهل یه پنجاه تا میشه چقدر بچه ها؟ بله 100 متر خب حالا بریم توندی S برابر با L به دلتا T این 100 متر و این هم کل زمانمون 6 ثانیه است چون تندی متوسط در کل خواسته دیگه ساده کنیم 50 سوم متر بر ثانیه این هم در مورد توندی متوسط کل حرکت سوال خوبی بوده خب برای توضیحات اینایی که میگن مثلا دو مورد که بگیرید هر کدوم 25 صدم قید میشه و همینطور برای محاسبه تندی یه باره میان برای این میذارن حالا بسته به سریقه اون طراح میتونه باره ماش رو تغییر بده ما خیلی روی باره ما تاکید نکردیم چون میتونه یه مقدار تغییر بکنه کم و زیاد بشه بریم سراغ سوال بعدی مثال بعدی بچه‌ها گفته متحرکی روی محور x با شتاب ثابت در حرکت در مکان x مساوی 9 سرعتش 4 پس بچه‌ها ببینید شتاب داده معلوم حرکت با شتاب ثابته رابطه هاش مشخصه مکان داده سرعت هم داده دوباره گفته و در مکان x2 یه بار دیگه مکان داده سرعت داده گفته حالا در چه مکانی سرعت اینه پس وقتی سرعت بده مکان بخواد یا برعکس یعنی ما باید از معادله سرعت مکان استفاده کنیم آقا معادلات چیا بود؟ میخوام پای تخت معادلات رو براتون یه بار بنویسم که ببینید اگه یه مسئله رو دادن چی میدن چی میخوان نگاه کنید عزیزان من حرکت روی خط راست با شتاب ثابت ببینید چیا تغییر میکنه مکان زمان سرعت ولی شتاب ثابته همونطور که دیدید پس حرکت روی خط راست سه تا کمیت با شتاب ثابت تغییر میکنه مکان سرعت و زمان بین مکان و زمان یه معادله هست بهش میگن مکان زمان بین سرعت و زمان هم یه معادله است بهش میگن سرعت زمان بین مکان و سرعت هم یه رابطه است بهش میگن سرعت مکان پس یه رابطه بین مکان زمانه x مساوی یک دوم a t دو به علاوه بر صفر به علاوه صفر. اینو بهش میگیم مکان زمان اولی بین مکان و زمان. یکی دیگه بین سرعت و زمانه V برابر با آته به علاوه صفر که بچه ها اینا همون فرمول شتاب رو یاد گرفت بودن V من های V صفر تقسیم بر T طرف این وسط این کنین همین میشه همون فرمول شتابه به این میگیم سرعت زمان یعنی زمان بده سرعت بخواد سرعت بده زمان بخواد مسئله خوش شخصه چی داده چی میخواد یکی دیگه مثل این مثالی که الان میخوایم حل کنیم مکان داده سرعت میخواد سرعت مکان و دو منهای های و سف دو مساوی با دو ایکس منهای x ایکس بچه ها میگفتن ما به این میگفتیم مستقل از زمان آره درسته ولی هم مستقل از زمانه هم سرعت مکانه یعنی چی سرعت مکان؟ یعنی مکان میده سرعت میخواد سرعت میده مکان میخواد بقیه مطالب که اینجا مطرح شده اینا ثابتن خب من بعد از این برم چون به هم دو تا مکان داده دو تا هم سرعت داده مکان سومی رو میخواد سرعتش رو داده خب الان با توجه به مسئله همونطور که دیده بودیم بچه ها گفته بود در مکان x 1 9 داده بود چند 4 متر بر ثانیه به یک 4 متر بر ثانیه در مکان x 2 رو داده بود 11 سرعتو داده بود 6 متر بر ثانیه حالا گفته در چه مکانی یعنی x 3 رو میخواد سرعت رو داده بود ده متر بر ثانیه خب چه کنیم بچه ها اطلاعات مشخصه دیگه پس میام رابطه رو دوباره می چون مکان و سرعت داده میگم و به توان دو منهای و سف به توان دو مساویه با دو آ x منهای x سف اینو میتونم بگیرم و دو اینو بگیرم و 1 اینم بگیرم x دو اینم بگیرم x یک فرقی نمیکنه خب و دامون اینجا داده 6 میشه 36 و, و که اون داده 4 میشه 16 دو آ رو نداریم x دامون رو داده چند 11 منهای 9 این میشه دو این میشه چار این هم که میشه 20 20 تقسیم بر چار ببین بچه میشه 20 دو دو تا 4 تا پس 20 مساوی 4 آ آ میشه 5 متر برمیزه 5 پنج 5 متر بر مجزور ثانیه شده آب خب حالا برای بعد قسمت بعدی دوباره می نمیسم. و رو داریم ده میشه ده به توان دو منهای و یک رو چند بگیریم همون چهار میشه شانزده مساویه با دو آ فرمون همونه ها پنج x دو ندارم که همون x در اصل حساب میشه من های x سه که مونم که نهه اینم از این ببینید بچه ها صد من های شانزده 84 تقسیم بر ده مساوی x سه منهای نو این میشه هشت و چهار نو هم میاد به علاوه نو میشه x سه ما میشه هفته و چهار سه مون بر حسب متر سال قشنگی بوده خب اینجا دیگه میشه گفت یه سوال مثلا یک یک کنیم نمره ای براش میشه در نظر گرفت سوال خوبی بوده که میخواسته ببینه دانش آموز مادله شتاب رو توی حرکت خط راست بلده یا نه یعنی روابط مربوط به حرکت با شتاب است بریم سراغ سال بعدی بچه سال چهار گفته نمودار مقابل برای یک مترک روی خط راست رست شده نمودار سرعت زمان حواستون به نمودار باشه مکان زمان سرعت زمان شتاب زمان این رو قاطی نکنید بچه میگه سرعت متوسط <تصح> از میکنم سرعت متوسط در مدت تی چند متر بر است خب این قسمت به یه سوال دیگه است بچا نگاه کنید سرعت متوسط توی نمودار سرعت زمان میشه نسبت دلتا ایکس به دلتا تی اصلا سرعت متوسط رابطهش بود دلتا ایکس به دلتا تی دلتا ایکس مساحت زیر نمودار سرعت زمانه پس مساحت زیر نمودار سرعت زمان بنویسید اینو یادداشت کنید مساحت زیر نمودار سرعت زمان معرف جا الان مساحت اینو چجوری پیدا کنیم بچه ها؟ من شکل رو یه بار دیگه پای تخته براتون میکشم که میخوایم هر کنیم نگاه کنیم نمودار این شکلی داده این تی اینم تی خب اینم که داده ده اینم سرعت متر بر ثانیه خب مساحت زیر نمودار اس رو به دست میریم اس که با دلتا ایکس برابره میشه قاعده تی زب در ارتفاع ارتفاع هم که ده تقسیم بر دو مساحت مسلس قاعده زب در ارتفاع تقسیم بر دو حالا سرعت متوسط بود دلتا ایکس به دلتا تی یعنی ده ضرب در تی تقسیم بر دو تقسیم بر تی زمانش هم دوباره تیه تی با تی ساده میشه پس از اینجا در میاد پنیمت بر ثانیه یه سوال خوبه برای تشخیص اینکه که بچه ها از اون نمودار چی میتونن سرعت متوسط رو به دست بیارن بریم سوال قسمت بعدی همین سوال بله قسمت ب مربوط به سقوط آزاده چون این امتحان مربوط به بچه های عزیز ریاضی هست سقوط آزاد و بچه های ریاضی دارن بچه های تجربی ندارن برای من اگه بچه های تجربی هم نگاه میکنن این قسمت مربوط به بچه های تجربی نیست ولی اینا میتونستن برای سال های بچه های ریاضی باشه خب گفته از یک بلندی به ارتفاع H نسبت به زمین گلوله در شرط خلال رها میشه اگر با سرعت 49 متر بر ثانیه به سطح زمین برسد سرعت متوسط گلوله چند متر بر ثانیه است 098 متر بر میزور ثانیه داره خب انتخاب این سوال ببینیم چه ارزشی داره و نمره‌ای که براش میتونن قائل بشن چقدر نگاه کنید پای تخته بچه‌ها گفته از یک بلندی به ارتفاع H نسبت به سطح زمین گلوله رها میشه یعنی به سفرش سفره. موقعی که گلوله میخواد بخوره زمین سرعتش گفته 49 متر بر ثانیه است شتاب جازه برم جه رو داده 9 و 8 متر برمیز بسانی خب ارزم حضور شما که دو تا روش میرم برای کار ما به صفر رو داریم ورم داریم جرم داریم میتونیم رو پیدا کنیم بعد بیایم زمان رو پیدا کنیم بعد سرعت متوسط رو نگاه کنیم ببینید یه راهش اینه بچه هایی که از این روش میرن میان میگن که و دو منهای های و صفرمون که صفره میشه منهای های دو ج هاش منفی چی نشون میده که ج منفیه ولی چون هاشم هم منفیه بچه میتونید اشکاری هم نداره مثبت بذارید چون مبدا رو اینجا بگیرید جابجایی رو به جایی روبه پایینه جم که رو به پایینه میتونستید مثبت بگیرید چون ما اگه جذب بخوایم بگیریم من منفی که نمیشه جزیره خب اینو داده به ما 49 میشه 49 ضرب در 49 مساوی با 2 ضرب در 9 و 8 دهم ضرب در h خب بچا اینو با این بزنید این میشه 5 مرتبه درسته خب پس از اینجا هاش ما میشه 5 ضرب در 49 تقسیم بر دو درسته اینو با این زدم شد 5 مرتبه 5 ضرب در 49 تقسیم بر خب حالا زمانم پیدا بکنیم چی بود بچه رابطهش بو جته به علاوه به صفر همون فرمولای حرکت با شتاب ثابت رو فقط به جای آجه آج میذاریم و صفر هم چون صفر نمیذاریم و رو داده 49 البته منفی چون جمع منفی اشکاری نداره اینم 9 و 8 ضرب در تی خب از اینجا تی مون میشه 5 ثانیه حالا سرعت متوسط میشه جابجایی تقسیم بر زمان جابجایی این بوده 5 ضرب در 49 دوم دوم تقسیم بر 5 2 ضرب در 5 این 49 دوم بوده بچه‌ها این با این ساده میشه میشه 49 دوم 49 دوم چه کاری بود در حرکت با شتاب ثابت به جای همه اینا میتونستیم بگیم سرعت متوسط سرعت نهایی به علاوه سرعت اولیه تقسیم بر دو فقط در حرکت با شتاب ثابت میشه سرعت متوسط و به جای دلتا ایکس به دلتا تی از وی سرعت نهایی به علاوه سرعت اولیه تقسیم بر دو یا میانگین سرعت در از سقوط جسم سرعت متوسط رو به دست چقدر راحت و بارمون میشه چی وی مون 49 و صفر هم صفر تقسیم بر دو از همین عدد شد یعنی میتونستیم برای اگر یه وقت به فرض دارم میگم نیم نمره برای این بذاره خب مشخص دانش دیگه این همه من نوشتم نیم نمره چجوری بارم بندی ولی اونا منتظر این همچین روشی هم از شما هستن کسی هر دو رو بنویسه ازش قبول میکنم. بریم سراغ سال بعدی خب سال پنج گفته که الف نیروی مقاومت شاره به جای خالی جسم و جای خالی آن بستگی دارد چی بگیم بچه نیروی مقاومت تو کتابتون تاکید کرده اینو برگردید به کتاب نگاه بکنید همونطور که گفتم سوالا برگرفته از کتابه میگه نیروی مقاومت شاره شاره چیه یه سیاله سیال چیه مثلا هوا یا مایعاتو میگن شاره به چی بستگی داره به بزرگی جسم چقدر بزرگه هر چی بزرگتره مقاومت زیاده و تندی آن هرچی چی تندتر میره این مقاومت بیشتر میشه پس به بزرگی و تندی جسم بستگی داره تکانه قسمت ب تکانه کمیتی است جای خالی که جهت آن همان جهت جای خالی است تکانه کمیت برداری جرم در سرعت و جهتش همون جهت تندی یا سرعته پس تکانه کمیت برداری است و جهت آن همان جهت سرعت است خب قسمت پ، در حرکت دایره یک نواخت اندازه سرعت جای خالی است و این حرکت شتابدار هست یا نیست در حرکت دایره یک نواخت اندازه سرعت ثابته بزرگی سرعت ثابته ولی به علتی که تغییر جهت میده این بردار سرعت حرکت یه حرکت شتاب داره پس در اصل ثابت و اینجا هم گفته این حرکت شتابدار است درسته میریم سراغ صفحه بعد و سالهای بعدی که براتون انتخاب کردیم سال بعدی گفته در شکل مقابل نردبانی به دیوار تکیه داده شده بچه این سوال کتاب بوده ولی فرم گفتنش ممکنه متفاوت باشه استکهایی که بین نردبان و دیوار بسیار ناچیزه یعنی بین این دوتا استکاکی نیست نیروهای متوازن وارد برجس رو رس کنید نیروهای متوازن چیا بودن؟ نیروهایی که توی راستا خلاف جهت هم بودن اگر نردبان در آستانه حرکت باشد نیروی که سطح زمین به نردبان یعنی منظورش آره وارد می کند چه است؟ فرض وزن نردبان 40 نیوتون و نیرویی که دیوار به نردبان وارد میکنه 30 نیوتونه خب بریم اول نیروهای وارد بر اونو که نیروهای متوازن هستن مشخص کن. ببینید بچه خب همونطور که میبینید به نردبان یه نیروی وزن وارد میشه امجه خب چرا سر نمیخوره عقب معمولا بعد اینجوری سر بخوره دیگه یه استکاک نباشه یه استکاکی میبره FS یه نیرو هم چرا تو دیوار فرو نمیره؟ برای اینکه دیوارم متقابلا یه نیرو وارد میکنه حالا اینو بگیریم N این. یه N این هم اینجا داریم اینو بگیریم N1 این اینو بگیریم N2 این, این نیروی که دیوار وارد میکنه. میکنه. میکنه این نیروی که سطح زمین وارد میکنه نیروی که سطح دیوار وارد میکنه نیروی که سطح زمین به نردبان وارد میکنه خب بچه ها نیروهای متوازن ما اینا شدن الان این با این یعنی نیروی وزنش که داره میاد در اصل با این اینه داره خونسا میشه متوازنه دیگه چرا این نمیفته؟ به خاطر اینکه این این داره تحمل میکنه و نیروی متوازن این دوتا هم متوازنن پس نیروی متوازن ما اینو این میشن و اینو این اینا متوازنن خب یعنی در نیروها رو مشخص کردیم اگر هم خواستید میتونید بگید این الا N2 این میشه FS و اینجا هم MJ و N1 این MJ این, این هم N1 این یک. اینا نیروهای متوازن ما شدن خب چی خواسته حالا بچه ها؟ قسمت بعدیش گفته اگر نردبان در آستانه حرکت باشه یعنی اف ما اف اس باشه وقتی گفتیم در آستانه حرکت بیشترین نیروی استکاک از طرف سطح در حالت ایستایی به جس وارد میشه نیرویی که سطح زمین به نردبان وارد میکنند آر چند از است خب سطح زمین یه دونه رو وارد میکنه بچه ها یه دونه ان در اصل ان یک یه دونه هم استکاک وارد میکنه اف اس ماکس خب اف اس ماکس با چی برابره چون در آستانه حرکته این بعد با چی باشه با اندو دو درسته اینو چند داده بود نیروی که سطح دیوار وارد میکنه این داده سی نیوت بعد گفت بود وزن نردبان ان یک چون با ام برابره اینم چون برابره ام جه این هم داده چهل نیوت حالا نیروی که سطح به جسم وارد میکنه یعنی برایند این دوتا آر چقدره پس آر شه رادیکال n1 به توان دو علاوه f ماکس به توان دو خب پس r برابر با c به توان دو به علاوه چهل به توان دو که میشه پنجاه نیوتون نیرویی که سطح زمین داره به نردبان وارد میکنه میشه پنجاه نیوتون سال قشنگی بود هم در مورد رسم نیروها و هم در مورد محاسبه نیرو بریم سراغ سال بعدی خب سال هفت قسمت الفش میگه که اگر تکانه جسمی دو برابر شود با فرض ثابت بودن جرم جسم انرژی جنبشی جسم چند برابر میشود قسمت به هم یه بحث دیگه است که میرسیم بهش پس الان بینیم قسمت علف حل کنم. تکانه رابطهش چی بود؟ من از اول براتون میگم که یادگیریش براتون یه یادآوری خوبی باشه نگاه کنید پای تخته رو رابطه تکانه میشد جرم در سرعت که کمیت برداری بود درسته؟ خب از طرفی رابطه انرژی جنبشی یک دوم MV2 دو بود میتونیم اینو به این شکل هم بنویسیم یک دوم M در یه M ضرب کنیم میشه M2 دو. دوباره به یه M تقسیم کنیم ساده کنیم همین میشه در یه v خب از اینجا کامون به دست میاد این ام میشه پی به توان دو به دو ام این رابطه تکانه با انرژی جنبشی به دست آوردم که اگر یادتون رفته یادتون بیاد خب گفته با فرض ثابت بودن جرم جسم این ثابت یعنی کل این عبارت ثابت گفته اینو چند برابر میکنیم گفته اینو دو برابر میکنیم دو برابر خب به توان دو هم میرسه چه چهار برابر چون این دوتا با هم رابطه مستقیم دارن میتونیم در دو حالت بنویسیم کادو به کا میشه پ دو به پ یک به توان دو چون این دو برابر شده به توان دو هم میرسه میشه چهار برابر پس انرژی جنبشی چهار برابر میشه یه نسبت خیلی خوبه در مورد سوالای مفهومیه اینجا سوالات مفهومی عزیزانم بریم قسمت ب این سؤال هم نگاه کنیم بله گفته جسمی به جرم 50 کیلوگرم روی مسیر دایره به شعاع 25 متر و تندی ثابت 72 کیلومتر بر ساعت در حال چرخش است دوره حرکت و نیروی مرکزگرای وارد بر جسم چه اندازه است؟ خب دوره حرکت یعنی T نیروی مرکزگرام یعنی F جرمو داده شعارو داده V داده بریم پای تخت رابطه چک کنیم بچه خب در حرکت دایری ما یه اومگا داریم بچه ها که میخوام یادآوری کنم و دو پی یا دو پی افه یه تندی رو داریم تندی خطیش رو داریم آر اومگا درسته بچه ها ارزم موضوع شما که یه شتاب رو داریم که ویدو دو آروم یا آر اومگا دوه یه نیروی مرکزگرا رو داریم که بود ام وی دو آروم یا ام آر اومگا دو اینا رابطه های اصلی حرکت دایره ای هستن حالا از ما دوره تناوب رو خواسته تی رو خواسته تندی رو به ما داده شوام داده نگاه کنید بچه ها از این رابطه وی برابر با R اومگا دو پی تهومه درسته بچه ها تندی رو داده 72 دو دو کیلومتر بر ساعت چون کیلومتر بر ساعت داده 72 رو میام تقسیم سه بر 3 و 6 میکنم میشه 20 متر بر ثانیه دیگه به این نمره نمیدن چون دانش آموز باید اینو بلد باشه مرو تبدیل واحد های سال دهمه. ده خب ویو داریم 20. آرم داده 25 متر. زب داره دو پی دوره تناوبش میشه پیدا کرد. جای این تی و 20 رو عوض کنید بچه ها بالا میشه 50 پی پایین میشه 20 سفرار هم بزنیم میشه 5 دوم یا 2.5 پی ثانیه این ماله؟ دوره تناوبش شد از این رابطه استفاده کرده و اما نیروی مرکزگرا رو از این بریم بهتره چون جرمو داریم تندیر هم داریم آرم داریم پس از این رابطه میریم F برابر با M اونو داده بود پنجا تندی هم شد 20 به توان دو آرمون چند شد 25 خب 25 و 5 پنج میزنیم دو 20 به توان دو 400 ضرب در دو میشه 800 نیوتن نیروی مرکزگرا یه سوال خیلی خوب از بحث حرکت دایره ای که برای بچه های عزیز ریاضی این بحث مطرح میشه خب بریم ادامه سوالا رو نگاه کنیم سال هشت گفته نوسانگری روی یک خط راست و بدون استکاک حرکت هماهنگ ساده دارد پس یه نوسانگر روی خط راست داره هماهنگ ساده انجام میده حرکت نوسانی خب میگه که جهت شتاب حرکت همواره به سمت است جای خالی داره انرژی کل نوسانگر مقداری جای خالی است جهت بردار مکان همواره جای خالی جهت بردار شتاب است ت دوره تناوب آونگ با جرم گلوله آونگ متناسب است بله خب میگه که جهت شتاب حرکت همواره در حرکت نوسانی بچه جهت شتاب همیشه به سمت مرکزه یعنی نوسانگر ما روی محوری که نوسان میکنه بردار شتابش همواره به سمت مرکز نوسان پس این گفته به سمت چی؟ میگیم مرکز نوسان اینو انتخاب میکن انرژی ای یو و علاوه انرژی یادتون باشه انرژی کل نوسانگر در حالتی که استقاق نبود ثابته پس اینجا انرژی کل نوسانگر مقداری ثابت هست جهت بردار مکان تو حرکت نوسانی همیشه با بردار شتاب مخالفه رابطه ای هم که برای شتاب توی یکی از تمرین ها به دست آوردیم جهت شتاب همیشه با جهت بردار مکان مخالفه پس جهت بردار مکان همواره با خلاف جهت بردار شتابه مخالف جهت بردار شتابه دوره تناوب آونگ حالا فرض کرده نوسانگر ما آونگ باشه با جرم گلوله نسبت یا تناسبی نداره متناسب چون دور تناوب آونگ تی بود دو پی رادیکال ال به جه. اصلا ربطی به اون جرم گلوله نداره پس اینجا گفت متناسب نیست بله و اما سال بعدی سال نو هست که با هم نگاش میکنیم عزیزان دقت بکنن گفته فنری افقی به یک وزنه دو کیلوگرم متصل است ثابت فنر کارم داده جرم داده کام داده 288 نیوتون بر متر این دستگاه روی سطح افقی در حال تعادل است اگر فنر را 20 سانتی متر فشرده کنیم و سپس رها کنیم تا روی سطح بدون استحکاک نوسان کنن معادله نوسانی را بنویسی پس جرم داده کار داده 20 سانتی متر فشردگی رو داده و معادله رو خواسته با هم پای تخته یه نگاهی به رابطه ها میندازیم که یه یاداوری خوبی هم برای شما بشه نگاه کنید بچه های عزیزم در مورد معادله نوستانی بود x آ دامنه نوسان کوسینوس اومگا بسامد زاوی زب در تی بود این دامنه بود این بحث آمده زاویه‌ای بود و تاورم به شکل کوسینوسی در نظر گرفتیم خب از طرفی اومگا برای فنر بود رادیکال کاب ام برای فنر برای آونگ بود ال بژه، چون الان با آونگ کار نداریم دیگه نمی خب کارو به ما داده جرمن به همون داده و ما میتونیم اومگا رو به دست بیاریم اومگا میشه رادیکال 288 نیوتن بر سانتی متر بود حواست باشه به نیوتن بر متر تبدیل کن جرم و یه وقت گرم داده بود حتما به کیلوگرم تبدیل کن این دو میشه 144 جذرش میشه 12 رادیان بر ثانیه خب هر موقع گفت وزنه با فنر در حال تعادلن یعنی نوسان نمیکنه هر تغییر طولی از حالت تعادل می نویسم. هر تغییر طولی برای دستگاه وزنه و فنه از حالت تعادل دامنه نوسان محسوب می شود یادتون مون؟ بله پس الان دامنه مون چند سانتی متر از حالت تعادل گفته بود 20 سانتی پس اینجا دامنه نوسانمون هم 20 سانتی میشه دو دهم ده خب حالا معادله رو می‌نویسیم x میشه دو دهم ده کسینوس چند بچه اومگا مون 12 تی خیلی ساده و قشنگ دو تا رابطه ازت پرسیده یکی این رابطه یکی هم معادله که با محاسبات و جایگزین کردن یه سوال حالا یه نمره ای میتونه براش در نظر بگیره بریم سراغ قسمت بعدی نگاه کنید بله همونطور که بینید سال ده رسیدیم سال ده حلف گفته یک نوسان ساز موجهای دورهی در یک ریسمان کشیده شده ایجاد میکنن اگر فقط نیروی کشش ریسمان افزایش یابد تندی موج طول موج بر اساس روابط فیزیکی مربوطه چه تغییری میکنه؟ قسمت بعدی رو هم بعد نگاه میکنیم الان ببینیم نیروی کششی که در ریسمانه چه تأثیری در تندی و طول موج داره نگاه کنید عزیزانم در موج ها حواسمون باشه دقت داشته باشیم موج ذرات محیط رو به نوسان در میاره خود موج پیشروی میکنه ولی ذرات محیط هیچگاه همراه موج منتشر نمیشن و تندی موج در محیط یا انتشار تندی انتشار فقط و فقط به ویژگی های محیط من اینو توی اون بحث های تا صد آلا خیلی تکید کردم مثال ازش زیاد هر کردم یه دوره به اونا بچه های عزیزم خیلی به شما کمک میکنه تو حل تمرین ها یا اون بچههایی که روی اینا زوم کردن کار کردن اینا براشون خیلی ساده و راحته چون نمونه های اینا رو ما توی اون صفت تا صدی که تو آلا گفتیم خیلی تکرار شده خیلی گفته شده پس الان ما میایم تندی موج رو میگیم رابطه تندی بود رادیکال اف به مو مو در از نسبت جرم به طول بود ام چگالی جرم بود که در طول ریسمان قرار گرفته بود خب اگر نیروی کشش ریسمان رو گفته افزایش دهیم این زیاد بشه خب چون با این رابطه مستقیم داره اینکه که ثابته پس نتیجه میگیریم این زیاد میشه خب در مورد طول موج وی هم داشتیم لاندا برای همه موج ها این رابطه برقرار بود تندی زیاد شد بس آمد بستگی به دستگاه یا منبع موج داره چون منبع موج ما بس آمدی ثابته بنابراین بس آمد دستگاه تغییر نمیکنه چون مربوط به منبع موجه ما تغییری در بست آمد ایجاد نکنیم پس این ثابت خب این وی که زیاد شده پس لانده اونم زیاد میشه بنابراین هم تندی و هم طول موج هر دو افزایش پیدا میکنه خودش گفته بر اساس روابطی که هست من بر تو نوشتم بریم سراغ قسمت بعدی نگاه کنیم ببینیم چی گفته بچه های عزیز پس این جوابش رو چی؟ هم توندی و هم طول موج هر دو افزایش اگه یه وقت تو گزینا گفت گفتود بس آمد میگیم چون بس آمد مربوط منبع تغییری نکرده بیان نکرده بس آمد ثابت قسمت ب گفته شکل یک موج سینوسی در لحظه تی سه با چهار نقطه A, B, C, D مشخص شده است کدام نقطه پس از این لحظه بالا می رود و کدام نقطه پس از لحظه پس از گذشت لحظه اون حرکتش تند شونده کدام ذره بالا میره ببینید موج البته در این جهت داره پیش میکنه حتما باید قید بشه جهت حرکت جهت حرکت حتما حتما باید قید بشه حالا شما در نظر که موجتون به این سمته ولی تو صورت سال حتما قید میکنن یه جهت یه فلشی میکشن برای جهت تندی ما با این فرض داریم میگیریم که به در این جهت پیشروی میکنه حالا من هر دو حالتش رو براتون میگم خوبم میشه که اگه جهت نکشیده من همه موضوعاتشو میگم ببینید بچه ها وقتی که موج داره در این جهت پیش میره پشت سر ذره رو نگاه کنید دررس یا قله است الان نگاه کنید اگه موج اینور میره پشت سرش میشه دره نقطه سی رو نگاه کنید پشت سرش دره است نقطه بی رو نگاه کنید بچه پشت سرش قله است بلا فاصله نقطه آ را نگاه کنید بلافاصله پشت سرش قله است پس اونایی که پشت سرش حالا از این ور موج بود الان اگه موج از این ور بود این پشت سرش قله است یعنی میره بالا این پشت سرش قله است میره بالا این پشت سرش در راست اگه موج به این سمت داره میره پس میره پایین چون در راست این پشت سرش در راست بینید این ذره میره پایین اگه موج در این جهت پیش روی کرد پس با توجه به جهت این پایین میاد چون پشترش درست در این پایین میاد چون پشترش درست در این دوتا چون سرشون غلط میرن بالا خب گفته که کدام نقطه پس از این لحظه بالا میرود پس بالا رفتن نقاط آب و بی هستن و کدام نقطه پس از گذشته این حرکتش تنده حرکت تند شونده بچه ها نوستانی کجا تند شد؟ وقتی نوسانگر به مرکز میرسید سرعتش بیشتری مثل آونگ در نظر وقتی به مرکز میرسید بیشترین سرعت رو دار. ولی در دو انتها سرعتش صفر بود بنابراین ذره ای که از محیط داره به مرکز نوسانش نزدیک میشه داره حرکتش تند می... کند میشه تند میشه عذر میخوام عذرخواهی میکنم ذره ای که داره به مرکز نوسان نزدیک میشه حرکتش تند میشه ذره که از مرکز داره دور میشه حرکتش کند میشه مرکز کجاست مرکز اینجاست الان این ذره داره میاد پایین چرا چون داره به مرکز میشه گفتیم که داره میاد پایین به مرکزش داره نزدیک میشه این ذره چون داره میره پایین یعنی هم مرکزش دور میشه این ذره چون داره میره بالا چون پشت سرش قله است به مرکز نزدیک میشه این ذره چون پشت سرش قله است داره میره بالا هم مرکز پس یکی در اصل این ذره دی داره به مرکز نزدیک میشه یکی هم ذره بی داره به مرکز اینا حرکتشون تندن کدوما کندن اونایی که از مرکز دارن دور میشن مثل چی مثل این کنده اینم کنده بله اینم سوال خیلی خوبیه سوال از کتابه میریم قسمت بعدی سوال سال 11 رو میبینیم سال 11 الف گفته که شدت صدای حاصل از یک منبع صد در فاصله 20 متری 10 به توان منهای چهار وات بر متر مربع است تراز شدت صد چند دسیبل است خب شدت و داده ترازش رو خواسته قسمت علف رابطه تراز رو بنویسیم بچه ها رابطه تراز چی بود؟ بود بچه ها بتا بود ده تا لوگ آی به آی سف آی رو معمولا میدم آی صف مقدارش ثابت ده به توان منهای دوازده وات بر متر مورد این از ما بپذیر این جزء اطلاعات مسئله است باید حتما بده خب بتا مون برابر با ده تا لوگ آی امونو چند داده بود ده به توان منهای چهار شدت و داده تراز این اسمش ترازه این تراز شدت صوته و این شدت صوت و این شدت صوت آستانه است یعنی در از عنوان مبنای شدت صوت توی تراز ازش استفاده میکنن ده به توان منهای دوازده است که این میره بالا میشه ده به توان هشت پس بتامون میشه ده لگه این بره بالا میشه ده به توان هشت هشت میاد ضرب میشه در ده هشت لوگ ده میشه بچه لوگ ده همونم که چنده یکه پس نتیجه میگیریم بتامون میشه هشتاد دسیبل واحده تراز شدت صد دسیبله بله یه سوال خیلی خوب در اصل از تراز یکی رابطه ترازو رو باید بلد باشید که با قرار دادنش و محاسباتی که خیلی ساده است انجام میشه بریم قسمت بعدی سوال رو نگاه کنیم قسمت ب گفته شنونده در یک فاصله از دو چشمه پس فاصله شنونده از دو تا چشمه ثابت مشخص آ و ب قرار دارد نمودار جابجایی مکان یعنی نمودار جابجایی موج اینم مکان ذراته یا جابجایی ذرات مکان موج فرقی نمیکنه این دو چشمه مطابق شکل هست <تصفح> نسبت شدت صوت چشمه آب شدت صوت چشمه به یکی از سوالای کتابه خب نگاه کنید بچه ها دامنه موج آ دو آره دامنه موج ب آره از نظر بس آمد نگاه کنید موج آی موجه موج یه بس آمد دو بس آمد و سه بس آمد یعنی سه تا نوسان کرده در صورتی که این تا اینجا میشه یه نوسان نمیشه نیم نوسان یعنی مشخص بسامد نوسان آ دو برابره چون این سه تا نوسان یک و نیم نوسان میکنه دامنه آ دو برابره برابری هم بسامدش دو برابره هم دامنش دو برابره حالا گفته شدت شدت تعریفش چی بود بچه عزیز؟ تعریف شدت چی بود؟ مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد صد خود انرژی بود یک دوم ام اومگا دو آدو پس معلومه که شدت صد هم با مجزور بس آمد چون اومگا دو پی افه. هم با مجذور دامنه متناسبه چون توی فاصله است آ ثابته یعنی فاصله که دو تا شنو... یک شنونده دو تا چشمه داره برابر این چون شدت به انرژی بستگی داره انرژی هم با مجزور دامنه و مجزور بستامت متناسبه در نتیجه آی متناسب میشه هم با F2 و هم با A2 که حالا میتونیم رو زب درم بذاریم که یعنی هر دو رو شامل میشه خب این دو برابر شده چهار پس بنابراین آی آ به آی ب چجوری به دست میاد هم افش دو برابره میشه دو به توان دو و هم دامنش دو برابره به توان دو پس از اینجا نتیجه میگیریم که شدت آ به شدت ب میشه چهار زب در چهار شونزده برابره یعنی شدت در از صوت آ اگر حالا صوت باشه یا هر موج باشه شانزده برابر شدت موج ب هست بله با توجه باز به شکل نگاه کنیم بچه ها راحت بشه نگاه کنید آ یه نوسان دو نوسان سه نوسان در صورتی که این یه نوسان و نیم داره یعنی بس آمده آ دو برابره دامنش هم که نگاه میکنیم دو برابره چون هر دوشون با توان دو هستن و با شدت متناسبن در نتیجه هر کدوم به توان دو میشن چهار چهار زب در چهار هم میشه شانزده پس از اینجا نتیجه میگیریم که شدت چشمه آ به شدت چشمه ب شانزده برابره سال بعدی رو عزیزانم نگاه کنن میگه بسامد اصلی یک تار ویالون باز از سوالهای کتاب انتخاب شده به جرم 400 میلی گرم و طول 25 سانتی متر برابر 500 هرتز نیروی کشش تار چند دانش آموزای عزیز تجربی اینو ندارن اگر یه وقت نگاه میکنن حواسشون باشه این نیست ولی مثلا مفهوم پاشندگی و پراشو دارن خب بسامد اصلی که میگه یعنی اولین بسامد خب یعنی ما برای تار یه رابطه داشتیم این رابطه رو شما میتونید به این شکل بنویسید نگاه کنید پای تخته F N وی به دو V خودش رادیکال F به مو بود برای تار حالا اون سیم ویالون هم یه تاره خب گفته که اصلی یعنی N یکه پس اینو رو یک میذاریم زب داره این هم وی فعلا میذاریم دو تا چقدر گفته 25 سانتی متر میشه 25 صدم اصلی بوده شده 500 داده 500 هرتز دو تا 25 صدم نیم ضرب در 500 وی مو میشه 250 وی هم بود رادیکال اف به مو یا اف ال به ام چیکار کردیم بچا مو مگه نبود ام به ال بنابراین به جاش گذاشیم ام به ال ام تو مخرج ال اومده تو صورت مساوی با 250 خب میتونم یه کاری کنم بچه ها به توان دو برسونم راحت تره بنویسم اینجا پس 250 زب در که رادیکال بیاد بیرون اف ندارم ال رو داریم گفته طولش 25 صدم و جرمش هم داده 400 میلی گرم میشه چهار ضرب در ده توان منهای 4 چرا منهای 4 چون 400 میلی میلی خودش دو تا توان منهای 3 گرم هم یه منهای 3 میشه 400 ضرب در منهای 6 دو تا صفرش رفت این شد خب نگاه کنید بچه ها میتونیم یه کاری کنیم عرضم بزرگ شما که یه دونه اینو با این بزنیم 25 دیگه هر دوشون یک دو سه پس این میشه هزار این اگه بزنم میشه هزار مثل میمونه که اینو زبده چهار کنید بچه چهار تا 25 پنگ در چهار زبده میشه یک این هم چار چهار کنید چهار تا تا میشه هزار تا خب چهار تا پنجاتا میشه هزار تا هزار با این هزار میشه دو به توان شیش با ده به توان منهای چهار میره پس اف اون میشه صد میاد. این یه سوال خیلی خوبه از بحث تارهای مرتعش که مربوط به دانش آموزان عزیز رشته ریاضی این رابطه مربوط به چه ریاضی بریم ادامه سوالا رو نگاه کنیم و اما سوال 13 که یک دوتا تعریف آورده مفهوم پاشندگی رو آورده پاشندگی وقتی نور سفید از منشور عبور میکنه تجزیه میشه این تجزیه نور به واسطه طول موج های متفاوتی که در نور سفید هست بهش میگن پاشندگی در مورد پراش گفتیم یکی از ویژگی های امواج در از پراکندگیه وقتی که نور برخورد میکنه به شکاف های باریک یا به لبه اجسام اگر ابعاد اون شکاف یا لبه ها در حد طول موج باشه یه پراکندگی در اون موج ایجاد میشه به این پدیده بهش میگن پراش باز تعریفش رو شما بهتر از تو کتاب میتونید منسجمتر ببینید و اما سال بعدی باز در مورد امواج در مورد یک تیغه متوازیل سطوحه که سال ظاهرا خوبیه تیغه متوازیل سطو در شکل مقابل نشان داده شده این تیغه ماست پرتوی نور تکفام تکفام میگه این اومد با زاویه 45 درجه به سطح بالایی تیغ برخورد کرده بخشی از آن باستاب کرده و بخش دیگر از تیغه عبور می اگر تندی نور در این سه محیط کدوم محیط؟ N1, N2, N3 یه محیط اینجا، یه محیط اینجا، یه محیط اینجا پس اینجا چون N3 گذاشته هوا نیست اینجا هواست اینجا مثلا تیغه است، اینجا می محیط دیگر چه رابطه بین تندی ها وجود دارد که الان با همدیگه میگیم ببینید بچه ها هرچی نور وارد محیط هایی میشه که ضریب شکستشون بیشتره به خط عمود نزدیک میشن پس معلومه ضریب شکست اینجا بیشتر از اینجاست که به خط عمود نزدیک شده از زاویه 45 شده است. بعد در این حال وقتی وارد محیط هایی میشه که ضریب شکستشون کمتره خط عمود دور میشن اینجا اومدن خط عمود دور شده ولی میزان دور شدن اگر این 45 بود مثل این پس معلوم بود ذریب شکست این دوتا محیط یکی اگه اینم 45 میشد تو میزان برگشتش به همون اندازه بود که شکست پیدا کرد ولی چون بیشتره پس معلومه ذریب شکستش کمتره بنابراین ذریب شکست 3 از همه کمتره بعد ذریب شکست یک، بعد ذریب شکست دو که از همه بیشتره در مورد تندی برعکسه تندیه محیطی که ضریب شکستش کمتره بیشتره پس چون این ضریب شکستش کمتره بیشترین تندی رو این داره بعد تندی رو محیط یک داره بعد تندی رو محیط دو پس الان اگه بخوایم برای این بنویسیم بنویسیم و سه بیشتر از و یک و یک هم بیشتر از و دوه هرچی از خط عمود بیشتر دور بشه تندیش بیشتره هرچی نزدیک بشه تندیش کمتره بله از این طریق میشه فهمید و اما قسمت ب گفته ضریب شکست تیغه اندو چقدره اینا هم که داده تندی نور در محیط سه چه کسری از تندی نور در هواز خب این دوتا رو میخوام با هم بررسی کنیم پای تخته نگاه کنیم خب بچه نشون داده بود که نور از این محیط با زاویه 45 درجه وارد شده بود این 45 بود با زاویه سی درجه یعنی زاویه شکست ما شده آرمون سی درجه تابشمون شده چلو درجه این محیط N1 که این محیط N2 اینجا رو خودش گفته هوای یکه حالا زمین شکستی میخواست رابطه اسنه رو داشتیم سینوس آی به سینوس آر مساوی بود با N2 به N1 درسته بچه ها؟ رابطه ساده بود به نام رابطه اسنه خب آیمون رو داده 45 سینوس 45 به سینوس آرمون آرمون هم داده سی درجه سینوس سی درجه مساوی این نداریم که خواسته بود این یکمون هم که یکه چلو پنج رادیکال دو دومه بچه های عزیزم سی درجه یک دومه که این دو ها با هم میرن و از اینجا اندو به یک پس از اینجا اندومون در میاد رادیکال دو پس ذریب شکست ما دومی که خواسته بود رادیکال دو بعد گفت بود نسبت سرعت تندی یا سرعت نور در محیط سه محیط سه چی بود بچا ها؟ محیط یکمون و محیط سه مون رو کشیده بود بله من اینو با شکل دیگه بگم براتون اینجا گفته بود 45 درجه بعد اینجا وارد شد 3 درجه اینجا خارج شد و 60 درجه اینجا شد بود N3 اینجا شد بود N1 که N2 خب ما گفتیم در تیغه ها میشه محیط اول یه دفعه به محیط آخر نوشت یعنی بنویسیم سینوس آی به سینوس آی پریم اینو بگیرم آی پریم که اشتباه نشه مساویه با سینوس ها با تندیهاشون یکی بود یعنی میشه و 1 به و سه. حالا برعکسش میکنیم چون و سه به و 1 خواسته و سه به و 1 میشه چی بچه سینوس آی پیریم به سینوس آی چون ویسه به ویهکو خواسته بود پس بنابراین یه رابطه که اینجا داریم نسبت زاویه های تابش و شکست با تندیهاشون نسبت مستقیم داره ولی با زریب شکستشون برعکسه این رابطه یادتون نره من یه بار دیگه می‌نویسم سینوس آی به سینوس آر یعنی زاویه تابش به شکست با زریب شکست رابطه عکس با تندی مستقیم منظورم با این عکسه ولی با این مستقیم طول موجم اگه یاد بگیرید لاندا یک به لاندا دو و بسامت ثابت از یک محیط به محیط دیگه همیشه یادتون باشه بسامت ثابت اینا رو دارم میگم که یادآوری بشه ولی من تو بحثای صفت تا صد آلا اینا رو همه رو توضیح دادم که اینجا یه خورده سرعتمون خوب شده برای بچه‌هایی که اینا رو خوندن سینوس آیپیرون سینوس شست میشه سینوس آیمون هم سینوس چلو پنج میشه اینجا میشه رادیکال سه دوم اینجا میشه رادیکال دو دوم ساده میشه میشه رادیکال سه به رادیکال دو اگه دوست دارید گویاش هم بکنید که گویا بشه میشه رادیکال شیش به دو بله اینم نسبت تندی محیط سوم به محیط اول که جز سوالمون بود سال خوب از این جهت هم با ضریب شکست ها هم با توندی ها میتونه سوال خیلی خوبه برای امتحانتون باشه خب اینا رو هم بچه های نظام قدیم دارن هم نظام جدید دارن و هم اینکه تجربی و ریاضی هم میتونن از این مطلب استفاده کنن خب بریم سراغ قسمت بعدی بله مربوط به پدیده فوتوالکتریکه بسامد آستانه در پدیده فوتوالکتریک چیست خب بچا بسامد آستانه بسامد حداقلی بود در پدیده فوتو الکتریک در مورد نور که از اون کمتر الکترون از سطح فلز کنده نمیشه پس منظور از بسامد آستانه حداقل بسامد فوتونیه که میتونه الکترون رو از سطح فلز بکنه یعنی از اون کمتر دیگه الکترون کنده نمیشه گفته به ازای این بسامد آستانه انرژی جنبشی فوتو الکترون چقدر میشه میشه صفر چون همه انرژیشون صرف کندن شده دیگه انرژی باقی نمونده الکترون های حرکت بکنن یا انرژی جنبشیشون زیاد بشه بنابراین اونو صفر باید بگیریم خب بعد گفته با توجه به نمودار مقابل کمیت های A, B و C را معلوم کنید ای بچه ها اگه تو کتاب هم نگاه کنید چون سال گرفته از برگرفته از کتابه این W صفر برای رشتای ریاضی W 0 رو بهش میگیم تابع کار فلز کمترین کار لازم برای کندن الکترون پس ابتدای نمودار در اصل میشه W 0 یعنی تابع کار فلز نقطه B که اینجاست این نقطه B یه خورده جا جابجا شده منظورش نقطه B اینه بچا این نقطه B منظورش اینجاست بعد اینو زیر این مینوشتیم این نقطه B اینجاست این نقطه B در عرض بس آمد آستان است که راجبش براتون صحبت کردیم کمترین بس و شیب خط شیب این خط معرف ثابت پلانکه یکی از سوالای کتابه تو متن کتاب گرفته شده اینا رو داده W0 F0 و H W0 تابع کار فلز این نقطه اولیه که محور رو قطع کرده F0 بسامد آستانه و شیبش هم معرف ثابت پلان که اگه با دقت بهتری نمودار کتاب رو نگاه کنید خیلی قشنگتر اینا رو همه رو توضیح داده خب بریم سراغ سال بعدی سال 16 الف گفته یک ضعف مدل رادلفورد و یک ضعف مدل بور ضعف مدل رادرفورد این بود که الکترون همراه چرخشش داشت به دور هسته انرژی آزاد میکرد یک پایداری رو توجیه نکرد یکی هم تیف اتمی یا خطی یا گسسته رو پس میتونید بگید ناپایداری یکی دیگه هم میتونید بگید که طیف اتمی یا گسسته ضعف مدل برم این بود که دو تا ضعف داشت یکی ضعفش این بود که فقط مربوط به اتم هایی بودن که تک الکترونی مثل هیدروژن بودن دوم که شدت اون طول موج ها شدت رنگ هاشون رو نمیتونست توجیه کنه به یک نتیجه از طیف گسیلی خطی یعنی گسسته و یک نتیجه مهم از طیف جذبی رو بنویسی نتیجه مهم اینه که در طیف خطی هر عنصر طیف مخصوص خودشو داره هیچ دو عنصری طیف خطیشون مثل هم نیست و یک نتیجه مهم از طیف جذبینی که هر عنصر از نور سفید طول موجهایی رو جذب میکنه که خودش هم میتونه اونها رو گسیل کنه و این نتیجه که میشه از طیف خطی و طیف جذبی گرفت گسیل القایی چیه؟ گسیل القایی یادتون باشه در از عاملی بود برای پدیده لیزر نور لیزر بود که وقتی الکترون از تراز بالا به تراز پایین میخواست بیاد قبل از اینکه پایین منتقل بشه با جذب یه فوتون که درست انرژیش برابر با اختلاف اون دو ترازه الکترون با جذب اون فوتون به تراز پایین میاد و دو تا فوتون گسیل میکنه. پس واکنشش اینطوریه که الکترون با جذب یک فوتون به تراز پایین میاد و دو فوتون آزاد میکنه. این پدیده یا این ویژگی رو بهش میگن گسیل الغایی. سال 17 گفته گستره طول موج لیمان را به دست بیارید گستره طول موج لیمان لیمان ان پریمش یک بود و گستره طول موجش هم چجوری حساب میکردیم می اومدیم میگفتیم بلندترین و کوتاهترین طول موجاش رو میگفتیم نگاه کنید رابطه ریدبرگ برای طول موجهای های اتم هیدروژن بود R یک بر روی ان پریم دو من های یک بر روی ان دو معمولا اینو میدن آ رو به همون میدن حالا اینجا اگر نبود شما خود آ رو تقریبا اینجا فرض کنید یک صدوم یک صدوم یک بر روی نانومتر یا میگه نانومتر به توان من باید بدن حتما خب یک بر روی لاندا آر که یک صدومه حالا عددش رو هر چی که دادن قید میکنیم ان پریم لیمون یکه برای کوتاهترین طول موج باید اینو بی نهایت بگیریم که میشه صفر پس از اینجا لاندا مون. لاندای مینیمم این کمترینش میشه 100 نانومتر و برای بلندترین یک ولی لاندای ماکس ما یک صدومو که میذاریم انپیلیمون که یک به توان دوه منایه یه تراز بعدی رو یعنی تراز دو رو میگیریم برای بلندترین دو به توان دو میشه یک منهای یک چارم میشه سه چهارم سه چهصدم، پس لاندای ماکس میشه چهار صد سو. نانومتر این گسترش میشه بین 100 تا 400 سوم گستره طول موجهای لیمانه با استفاده از رابطه ریدبرگ همونطور که گفتم باید ثابت ریدبرگ رو حتما بدن ثابت ریدبرگ چون الان اینجا پیش شما هستم عددارو چون میدونم ولی باید حتما تو سوالای نهاییمون یا سوالای پایانیمون حتما قید بشه خب قسمت بعدی رو نگاه کنید عزیزانم پس گستره طول موج لیمان رو گفتیم لیمان انپریمش یک بود بالمر دو بود انپریمش پاشن سه براکت چهار و پفون پنج اینا رو حتما باید حفظ باشید به آیا طول موج 500 نانومتر قادر است الکترون را از فلزی با تابع کار دو و دهم جدا کند آی هم داده 1240 الکترون ولت نانومتر که خودش قید کرده خب برای اینکه بشه این اتفاق بیفته یعنی الکترون از فلز کنده بشه باید انرژی فوتون که هاش افه بر دبلیو قلبه کنه پس هر موقع تونست هاش اف بر دبلیو قلبه کنه یعنی برابر باشه پس قادر به کندنشه اگر نباشه نمیتونه نگاه کنید الان بچه پای تخته دبلیو رو چند داده بود؟ دو دو دهم الکترون بود خب انرژی فوتون این مساوی بود با هاش اف. اف نداریم میشه های سی به لاندا میبینید حالا من میبینم این انرژی قادره بر این غلبه کنه یعنی ب... دبلیو که انرژی لازم برای کندن الکترون میتونه برابر اون باشه حساب می‌کنیم. ای. اینو داده 1240 الکترون ولت نانومتر طول موج اونم داده 500 نانومتر خب نانومتر با نانومتر میره اینجا ایمون به دست میاد یه صفر رو بزنم در دو ضرب کنید پایین میشه صد بالا میشه چی؟ دو چهار هشت در دو ضرب کردم بچه میشه دو ممیز چلو هشت بله چون ایمون بزرگتر از دبلیو صفره پس میتواند جدا کند اگه کمتر بود نمیتونست این در مورد پدیده فوتوالکتریک برای بچه های عزیز رشته ریاضی بود که اگر حداقل هاش اف باید برابر دبلیو صفر باشه تا پدیده فوتوالکتریک رخ بده خب بریم سراغ قسمت های بعدی از سوال هجده الف میگفته در هر واکنش جای خالی را کامل کنید بله کربون 11 شده بره یازده سه چی بعدش باید چی بنویسیم ببینید بچه عدد جرمی عوض نشده میبینید عدد اتمی از 6 رسیده به 3 یعنی 3 واحد کم شده ما دیدیم در هر تابش بتا که عدد اتمی تغییر میکنه هر تابش بتا همراه الکترون هر تابش بتا همراه الکترون بنویسم اینو یادتون نره چون اینو مهمه خیلی به دردتون میخوره اگر یه هسته آزد داشته باشیم با مشخصات آزد اگر بیت همراه الکترون هم به صلاح گسیل کنه تبدیل میشه به هسته جدید یعنی هسته دختر آ زده و علاوه یک اگر پوزیترون گسیل کنه صفر مثبت این عدد جرمی تغییر نمیکنه ولی عدد اتمی یک واحد کم میشه حالا تو اونجا گفته بود س 6 شده بی ۱ خب عدد اتمی سه واحد کم شده پس وقتی کم بشه یعنی 3 تا بتا منفی گسیل کرده قسمت بعدی گفته بود f ه شده او هه چی شده اینجا یه واحد کم شده پس معلومه دوباره یدونه بتا در اصل این مثبت یک بود سه تا پوزیترون شد اینجا یه دونه پوزیترون میشه اینجا سه تا پوزیترون شد اینجا یه پوزیترون شد ببین بچه همیشه یادتون باشه موازنه بشه سه تا مثبت با این سه میشه 6 این هم که صفر یازده اینجا یه مثبت با هشت بعد بشه نه اینجا هم که همینطور درست شد؟ و اما قسمت بعدی و آخرین سوالی که مطرح میشه گفته به نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو پنج روز است پس از 20 روز چه کسری از این ماده واپاشیده در اصل نشده است یعنی باقی مانده در اصل اون کسری از ماده که باقی مونده ما دیدیم توی نیمه عمر نگاه کنید پای تخت بچه ها. اگر تعداد حسه یا جرم و انسر باشه پس از یه نیمه عمر نصف میشه درسته؟ پس از یه نیم عمر دیگه دوباره یک چهارم این صفر میشه یه نیم عمر دیگه همینطور یک هشتم این صفر خب خودش گفته پنج روزه یعنی اینا پنج روزه اینا پنج روز چند روز گذشته 20 روز پس یه پنج روز دیگه لازم داریم که 20 روز بشه اینجا میشه یک شونزه همه صفر یه پنج روز نصف میشه یه پنج روز دوم که میشه ده روز یک چهارم میشه یه پنج روز دیگه میشه یک هشتم انصف میشه 15 روز یه پنج روز دیگه میشه یک شونزه هم انصف پس یک شونزه همش باقی مونده اگه بود واپاشیده پونزده شانزده هم انصف میشه به این ترتیب یه سوال خیلی خوب از نیمه عمر مواد رادیو همونطور که شما دیدید مستقر کردیم تمام قسمت های این مبحث کتاب رو شامل بشه سوالامون ولی باز ما شما رو تنها نمیذاریم از این نمونه سوالا براتون فراوون داریم چون میخوایم شما رو آماده کنیم امسال برای امتحان نهاییتون و مطمئن باشید که اینها کمکتون میکنه حتی در تست کنکور یعنی این مباحث رو که نگاه میکنید تست کنکور هم چیزی خارج از اینا یا فراتر از اینا نیست عزیزان درود بر شما که بسیار پرده باشید